با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. همونطور که میدونید بالاخره شورای نگهبان رژیم اسلامی از میان 80 و اندی از وزرا، نماینده های مجلس، مقامات ریز درشت رژیم که رفته بودن در ستاد انتخاباتی وزارت کشور ثبت نام کرده بودن، 6 نفر را از اون جعبه مارگیری خودش بر مبنای نظارت استصوابی در آورد که همونطور که میدونید پور محمدی از جنایتکاران عضو هیئت مرکزی مرگ تهران در کشتار سال 67، معاون وزارت اطلاعات در دوره رفسنجانی و بعد شد وزیر کشور در دولت احمدی نژاد و بعد وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی و بعد قالیباف که معرف حضورتون هست از سرداران سپاه بود و شهردار تهران بود و اکنون رئیس مجلس، و زاکانی که اکنون شهردار تهران هست اونم خودش رو کاندید کرده، و سعید جلیلی که یکی از افرادی بوده که جزء هیئت مذاکره کننده هسته‌ای بوده و جزء به اصطلاح اون اصولگرایان ارزشی به قول خودشون محسوب میشه. یه فردی هم به نام آقا عزیزاده هاشمی هم توش هست، و از میان اون 3-4 نفری که جناح اصولگرا با اونا یه مشکلاتی دارند، خودشون رو طیف اصلاح طلب یا اعتدال یا فلان میدونن، فقط مسعود پزشکیان رو که خب تخصص به اصطلاح متخصص قلب هست، منتها خب سابقهش در دوره جنگ ارتجایی ایران و عراق مسئول اعزام اکیپای پزشکی به جبهه جنگ بوده، بعد شده رئیس دانشکده علوم پزشکی تبریز در مقطع سرکوب جنبش دانشجویی 78 در دانشگاه تبریز، و بعد در دولت اول خاتمی معاون وزیر بهداشت بوده، در دولت دومش وزیر بهداشت بوده، و الان چند دوره است که از تبریز نماینده مجلس است، یعنی جز معدود افرادی از اون جناح به اصطلاح اصلاح طلب هست که مثلا تصفیه نشده بهش اجازه دادن که در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنه، و جز کسایی هم هست که قرار و رسما گفته که قرار نیست ما برنامه جدیدی قرار منویات رهبر نظام رو پیش ببریم، اینجا و اونجا هم خب یه سایه روشنهایی داره. خب حالا مهمان عزیزی داریم، رفیق علی جوادی، تحلیلگر سیاسی، استاد دانشگاه در لس آنجلس و از فعالین جنبش کمونیسم کارگری، و میخواییم نگاهی بیندازیم ببینیم که دیدگاه چپ نسبت به مقوله نمایش انتخابات، مضحکه، بالماسکه، سیرک، هر چیزی که مردم اسمش رو میذارن چی هست؟ و آیا حالا این که برای مردم نمایش و بال ماسک و سیرک هست، برای خود جناح بندی های رژیم هم این چنین هست یا نه برای اونها اون رقابت تا حدی جدی هست اونا. و معنای سیاسی این لیست نهایی که شورای نگهبان ارائه داده چی هست؟ میشنویم. رفیق علی جوادی، خوش آمدید. متشکرم به شما و به بینندگان برنامه تلویزیون برابری سلام گرم دارم. ببینید شما با تعریف روشنی شروع کردید معنای سیاسی این به اصطلاح جریان، مناسک یا هر چی هستش. به نظرم در درجه اول راجع به مضحکه داریم صحبت میکنیم، مضحکه انتخابات. هیچ سنخیتی با یک انتخابات حتی در کشورهای به اصطلاح غربی نداره. کوچکترین به اصطلاح عنصر انتخابات به این معنا که توده مردم میتونن در یک انتخاباتی شرکت کنن که انتخاب کسانی که قرار انتخاب شده باشن از هیچ فیلتری رد نشدن، هیچ التزامی به سیاست حاکم، هیئت حاکمه نداشته باشن، بلکه انسانهای آزادی خواه و برابری طلب و کمونیست و سوسیالیست کوچکترین حقی نه تنها ندارن که در این مضحکه به اصطلاح شرکت کنن، بلکه جاشون در زندان ها هست و به اصطلاح زندان های طویل المدت. از طرف دیگه زن، حتی چند زنی هم که کاندید شده بودن، جز رجل سیاسی بنا به تعریف این اوباش اسلامی قرار نگرفتن و به اصطلاح از صحنه به دور انداخته شدن. این انتخابات نیست، یک مضحکه هستش که رژیم جمهوری اسلامی هر از چندگاهی ناچار بهش تن بده، هرچند که بسیاری از گرایشات درون خود جمهوری اسلامی خواهان برچیدن
کلن بساط انتخابات در جمهوری اسلامی هستند. به قولش خودشون میگن ما حکومت اسلامی هستیم، حکومت اسلامی مردم حقی ندارن. خودشون بارها اعلام کردن افراد به اصطلاح معینی در درون جمهوری اسلامی که مردم صاحب رأی نیستن، رعیت هستن یا برفرض رمه هستن که باید بهشون نگاه کرد و غیره. این انتخابات نیست، مسحکه است، مسحکه سیاسی هستش که جمهوری اسلامی در یک بزنگای معین تاریخی امروزه دوچاره شد. قرار نبوده که به اصطلاح دوباره این جعبه مارگیری رو باز کنن و بیان رو به جامعه. پس از حادثه‌ای که حالا تئوری‌های مختلفی در رابطه وجود داره، سقوط هواپیمای رئیسی، رئیس جمهور اوباش اسلامی صورت گرفت، ناچار شدن که این مسئله رو دوباره در دستور قرار بدن. و مسئله‌ای که صورت گرفته این هستش که جناهای درون جمهوری اسلامی، باندهای درون جمهوری اسلامی شاید کلمه مناسبتری باشه، عملاً برای سهمبری بیشتر از قدرت به کشمکش و رقابت به اصطلاح روی آوردن و هر کدوم سعی میکنن که به اصطلاح سهم خودشون رو بیشتر بکنن و بتونن قدرت بیشتری از هیئت حاکمه، از موقعیت در درون جمهوری اسلامی ازش برخوردار باشند. این واقعیت سیاسی هستش، یک اتفاق ناگوار برای جمهوری اسلامی بود که باید با پیامداش سر بکنه. رأس جمهوری اسلامی هم ناچار هستش که به اصطلاح پس از اینکه به هر حال تعادلی میان باندهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، دوباره وارد یک کشمکش بشه. حالا کی بتونن سر ته اینو هم بیارن مسئله هستش که باید دید. ولی مسئله اساسی اینجاست که برخلاف دوره پیشین به نظر میرسه که یکی از به اصطلاح اصلاح طلبان اصولگرا رو که در کابینه اصلاحات وجود داشته و خودش میگه من اصولگرای اصلاحات هستم، کاندیداتوریش رد نشده و به اصطلاح وارد این بازی و این مسحکه شده. و بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی علی‌رغم اینکه شعار توده مردم رو دیده بودند که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، دوباره میخوان نقش تاریخی خودشون رو برای گرم کردن ترور به اصطلاح بازی کنن. خاتمی اعلام کرده که در این شرایط حاضریم، ظریف کاندیداتوری خودش رو اعلام کرده، گفته که به چه کسی به اصطلاح رأی خواهد داد و سایر اصلاح طلبان حکومتی به یک وجد و به اصطلاح شوقی دوچار شدن و بر این باور هستن و سعی میکنن این باور ارتجایی رو به جامعه حقنه بکنن که گویا تغییرات اینچنینی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی میتونه منفعتی برای مردم داشته باشه و سعی کنن مردم رو به پای صندوق‌های مسحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی بکشونن. به نظرم این واقعیت رو مشاهده میکنیم در شرایط کنونی. معنای سیاسیش این هستش که دوچار یک کشمکش شدن، میخوان خودشون رو از این کشمکش بیارن بیرون. تمام کسانی رو که به نظرم از فیلتره شورای نگهبان رد کردن، التزام پایداری به جمهوری اسلامی، رأس جمهوری اسلامی و حتی به سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با جانشینی خامنه‌ای و غیره و التزامشون رو دادن. خامنه‌ای با بعضی از اینها ملاقات کرده، تاییدات و تاکیدات لازم رو بهشون دادن و گفتن. در این حال هم اشاره کردن که سعی کنید که از همدیگه زیاد افشاگری نکنید، چون بساط کلمون به اصطلاح به هم می‌ریزه. این هم یکی از ویژگی های این دوران حاضر هست که سعی میکنن هرچه ممکن هستش به اصطلاح از شدت کشمکش میان باندها بر سر سهمبری جلوگیری بکنن و تا بتونن این مسئله رو، این دوران رو آرومتر از سر بگذرونن. خب ما میدونیم که به هر حال حداقل تا سال 96 بخشای از جامعه ایران تحت عنوان انتخاب میان بد و بدتر متاسفانه وارد این بازی مثلا رأی دادن و شرکت در انتخابات میشدن. اما بعد از خیزش انقلابی دیمای 96، اون شعار زیبایی که دل جنبش دانشجویی در اومد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، ما شاهد حتی بنای آماری که خود رژیم اعلام میکنه، تمام این انتخابات هایی که برگزار کرده همه زیر 50-40%، که این دو انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی چون انتخابات اصلیش، چون دوره دومش که اصلا فضاحت بار بود، یعنی گاهی آمار آرای باطله بیشتر از آرای مثلا اون نفر اول و دوم آره منتخب بود.
یک سوالی که خب الان مطرح هست دیگه، اینم که مشخصه که چرا به پزشکیان چراغ سبز نشون دادن که بیان آرای اون بخش از جناح اصلاح طلب سرخوردی رژیم و اون قشر خاکستری که یه مقدار دوچار یأس شده بعد از سرکوب فاشیستی خیزش انقلابی ژینا و معمولا هم نمیخواد هزینه بده یا فکر میکنه هزینه های انقلاب زیاده، اونا را بکشونه به پای این نمایش انتخاباتی که آرا رو ببره بالا. یعنی پزشکیان قرار نیست انتخاب بشه. حدس من اینه که گزینه خامنه ای یا سعید جلیلی هست یا باقر غالیب به احتمال زیاد. حالا شما هم میتونید نظرتون رو بدید و فلان، ولی خب به این بفرمایید خواهش میکنم. نه در همین مورد اگر منم فکر میکنم که احتمال اینکه قالیباف به اصطلاح از توی صندوقای جمهوری اسلامی بیاد بیرون زیادتر از دیگران هستش. یک نظرسنجی هم ظاهران ایسنا انجام داده بود که قالیباف رو در ردیف اول قرار میداد، بعدش جلیلی، بعدش پزشکیان رو. البته باید توجه داشت که این نظرسنجی هایی که صورت میگیره در رابطه با کسانی هستش که خودشون رو الزاماً ملزم به شرکت در این مسحکه انتخاباتی میبینن و آرای به اصطلاح جامعه رو منعکس نمیکنه که 20% رای دهندگان مثلا به قالیباف رای میدن یا به جلیلی و غیره. کسانی هستن که شاید طرفداران مشخص و معین جمهوری اسلامی هستن. این بایست، این تبعیض توی این سنجش ها وجود داره، هرچند که به هر حال سعی میکنن مقداری تنور انتخابات رو گرم بکنن. من فکر میکنم که پزشکیان کاندیدی نیست که قرار انتخاب بشه، همونطوری که سگ شکاری هیچ وقت شکار رو از آن خودش نمیکنه، بلکه ابزاری هستش که شکار رو میگیره و به صاحب شکار تحویل میده. حضور پزشکیان به اصطلاح دریچه‌ای بود که خامنه‌ای و رأس جمهوری اسلامی به نظرم باز کردن که برخی از اصلاح طلبان رو بکشن در درون انتخابات، نقش کلاسیک خودشون رو یعنی گرم کردن تنور انتخاباتی رو به اصطلاح ایفا بکنن و بعد هم به کناری برن. و این تفاوت بسیار ویژه‌ای حتی داره با دوران خاتمی، دوران اوله به اصطلاح خاتمی که یه جنبش دوم خردادی وجود داشت که سلای تلاش میکرد که جمهوری اسلامی رو اصلاح بکنه، این هیولای اسلامی رو بزک بکنه و به خورد جامعه بده. برخی از مردم در اون چارچوب اینطور فکر میکردن که میشه با رأی دادن یا عدم رأی دادن به ناطق نوری چوب لای چرخ جمهوری اسلامی گذاشت و جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه و کشمکش و تنش بیشتری کرد. ولی جامعه به مدت هاست، شاید بیشتر از 2 دهه تقریبا میشه که از اون دوران کاملا عبور کرده و هیچ کدام از کسانی که امروزه و یا حتی کسی که پزشکیان که کاندیداتوریش مورد قبول واقع شده قرار نیست، همونطوری که شما اول برنامه اشاره کردید، برنامه مشخصی داشته باشه یا کار مشخصی غیر از اون چیزی که رأس حاکمیت جمهوری اسلامی در دستورشون قرار میده انجام بدن و به پیش ببرن. خودش گفته من قرار نیست برنامه داشته باشم، قراره به اصطلاح منویات رهبر جنایتکاران جمهوری اسلامی رو به پیش ببرم و اینا اون چیزیه که میخوان. قرار نیست کسی به اصطلاح شاخشون بشه، قرار نیست چوبی لای چرخشون گذاشته بشه، دستور اصلاحاتی رو ندارن و تمام تلاش جریانات اصلاح طلب حکومتی و چه بیرون از حکومت، مثلا جریانات اکثریتی توده‌ای، فرخ نگهدارها و غیره، رو به اصطلاح نقش ارتجایی خودشون رو یک بار دیگه دارن ایفا میکنن. ولی اینها هم مضحکه جامعه میشن، جامعه دست رد به چنین سیاستایی میزنه. منم فکر میکنم که پزشکیان به هیچ وجه قرار نیست انتخاب بشه، قرار نقش معینی رو ایفا کنه، بعدش هم نقش به پایان میرسه و به کنار گذاشته میشه. هرچند به نظر میرسه که اکثریت مردم همچون این چند سال گذشته این نمایش انتخاباتی رو تحریم خواهند کرد، به یک نه قاطع به رژیم خواهند گفت، ولی بر فرض مثال مثلا بگیم که تونستن الان مثلا آدمایی مثل عباس عبدی و غیره، حتی من دیدم مثلا آدم سلطنت طلب رضاخانی که از موزه رضاخانی آقای رضا پهلوی رو مورد نقد قرار میده، رامین پرهام، اونم گفته که باید بنبست شکنی کرد و اگر برنامه ارائه بده پزشکیان باید رفت دنبالش. این آقای رامین پرهامی که در مصاحبه با بی بی سی این رو گفتیم.
ببینید البته قبلا هم همینو میگفتن، اگه خاطرتون باشه داریوش همایون که تئوریسین به نظرم تئوریسین برجسته مشروط خواهان و سلطنت طلبان بود، در کتاب خودش حزبی برای آینده یا تشکلی برای آینده به طور روشنی مطرح کرده بود که در هر جریان به اصطلاح انتخابات جمهوری اسلام چنانچه کاندید طرف مقابل از صف به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی باشه ما شرکت میکنیم و رأی میدیم. البته اینو در جلد دومشون این سیاست رو در آوردن، ولی مدت‌ها این مسئله جز سیاست رسمیشون بود و میدونیم که سلطنت طلبان رضا پهلوی مثلا در رابطه با جنبش سبز ازش حمایت کرد، روشن ازش حمایت کرد، از دوم خرداد حمایت کرد، رضا پهلوی تا دستبند سبز به اصطلاح به دستش میبست و همین تلویزیون های سلطنت طلب و غیره و اینا به درجه زیادی از جنبش ارتجایی سبز دفاع میکردن و خودشون رو مدافع میدونستن. میخوام بگم سیاست ناشناخته‌ای در درون صفوف اینها نیست، اینا همواره امیدوار هستند که به اصطلاح بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی یک روزنه ای رو برای اینها باز بکنه تا بتونن نشون بدن که میخوان سهیم بشن. چندی پیش کنفرانسی در اسپانیا بود به نام کنفرانس کادیز که حتما شنیدین و در جبش صحبت کردین. یکی از شرکت کنندگان مطرح میکنه، پروانه روستایی فکر میکنم اسم ایشون باشه، مطرح میکنه که ما باید حتی در قدرت با جمهوری اسلامی شریک بشیم، حتی اگر مثلا چند وزارتخانه به ما بده، وزارتخانه پیشکش، اگر چند تا به اصطلاح کت خدای ده رو به این جریانات بدن حاضرن اینا خودشون رو در قدرت با جمهوری اسلامی شریک کنن. و پروژه از تاجزاده تا شاهزاده عملا چنین پروژه‌ای هست که سهیم کردن اپوزیسیون دستراستی سلطنت طلب و مرتجع در قدرت به معنای مقابله قویتر و محکمتر با جریان آزادی خواهی، چپ، کمونیسم و کارگر در جامعه. بله. البته موضع جریانات اصلی سلطنت طلب در حال حاضر تحریم انتخابات هست و میگن که در جمهوری اسلامی انتخابات معنایی نداره. البته خب این سوال هم مطرح است که آیا در رژیم محمد رضا پهلوی انتخابات معنا داشت یا نه. اونجا در این نظام شورای نگهبان هست، در اون نظام شورای فقهای ساواک بود که تعیین میکردش که به اصطلاح چه کسایی کاندید میتونن بشن، بعد لیست نمایندگان سنا و مجلس شورای ملی به اصطلاح تایید میشد و به احزاب ایران نوین و حزب مردم که بعدن شد حزب رستاخیز اجازه میدادن که به اصطلاح اینا شرکت بکنن در انتخابات. حالا ببین ما یه سوال مطرح هست. ببین بخشی مثلا فرض بگیریم، فرض رو امیدواریم که مردم به اصطلاح این تجارب گذشته رو در نظر داشته باشن و با یک تحریم قاطع و فعال این نمایش رژیم رو با شکست رو برو بکنن. ولی فرض بگیریم بخش های از موسوم به قشر خاکستری، طبقه متوسط گریزان از انقلاب یا ترسان از هزینه های انقلاب، مثلا بره تحت عنوان رأی اعتراضی، میگن مثلا خود عباس عبدی هم گفته که مثلا من میدونیم قرار نیست کاری بکنی، ولی خود این روزنه گشایی، راه گشایی، این که رهبر بگه یه چیزی دیگری از صندوق بیاد، اون خودش یک نمایش من نمیدونم متمدنانه رأی اعتراضی. حالا تحت این خب به اینا باید گفت اصلا بر فرض که همچین سناریوی متحقق بشه، یعنی شما، یعنی رژیم به شما اجازه بده به جای قالیباف و جلیلی و غیره یا اصولگرا مثلا پزشکیان مثلا معتدل بیاد بیرون، مگه در آپارات جمهوری اسلامی در ساختار قدرت رئیس جمهور کاری هست؟ یعنی ما یه دولت سوری داریم، یه دولت سایه داریم. خود خاتمه چی بعد از دو دوره ریاست جمهوری گفت رئیس جمهور در این کشور تدارکچی بیش نیست. از این منظر دولت سایه، دولت سوری و نقشی که اصلا ممکنه مثلا در فرانسه رئیس جمهوری قدرتی داره، با یه فرمان پارلمان فرانسه رو منحل کرد، ولی در ایران چیکاره است رئیس جمهور؟ ببینید در جمهوری اسلامی ریاست جمهوری زیر سایه ولایت فقیه و تردیدی نیست و زیر سایه ولایت فقیه و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و مراکز متعدد قدرت، و قرار نیست به اصطلاح ریاست جمهوری
در جمهوری اسلامی آلترناتیوی یا خط مشی سیاسی متفاوت از اون چیزی که رهبری جمهوری اسلامی تعیین میکنه به اصطلاح به پیش برده بشه، و اونجایی هم که به اصطلاح اگر پافشاری بکنن با تهدید و ارعاب و انواع به اصطلاح وسیله‌هایی که خودشون بهتر میدونن میتونن طرفو به خط بیارن و به اصطلاح پوزش رو به خاک بمالن یا به اصطلاح کنترلش بکنن. و همونطور هم که اشاره کردین، خاتمی میگفت من آبدارچی بیشتر نیستم، هر 9 روز یک بارم یه بحران برام میسازن که به اصطلاح جلوی تلاشامو گرفت بگیرن. ولی در عین حال خود اینها هم قرار نیست دستور عملی برای تغییری به نفع مردم در جامعه ندارن. مگه خاتمی نبود زبانی که به اصطلاح لایحه مطبوعات رو قرار بود به مجلس ببره، در مقابل یک تشر خامنه‌ای تماما لایحه رو پس گرفت و عقب نشست و کاملا به اصطلاح بساط خودش رو جمع کرد و دور دومش عملا یک مسحکه بیشتر بیش نبود. اون پروسه ها آزمایش شده، اون پروسه ها از سر گذشته. چند تا چیز رو باید در این رابطه گفت. در درجه اول کسانی که فراخوان شرکت به در این مسحکه انتخاباتی رو میدن مرتجعینی بیش نیستن. اون سازمان سیاسی، اون نیروهای سیاسی، اون به اصطلاح از چهره‌های سیاسی که فراخوان شرکت مردم در مسحکه جمهوری اسلامی رو میدن، عملاً به کارگزاران جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به حکومتی تبدیل شدن و هستند و بودن که مردم نه بهش گفتن، مردم میخوان سر به تنش نباشه، مردم میخوان سرنگونش کنن. تلاش‌های بیشماری در دی 98، آبان 90، دی 96، آبان 98 و خیزش اخیری که به اصطلاح در سال 1401 صورت گرفت و جنبشی که به جنبش زن زندگی آزادی معروف شد، این مردم حکم سرنگونی جمهوری اسلامی دادن. سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق شرکت در مسحکه جمهوری اسلامی صورت نمیگیره. جمهوری اسلامی هم به اصطلاح به این مسحکه اهمیت جدی نمیده و اون اهمیت سابقی رو که در درون جناح‌های جمهوری اسلامی داشت نداره، چرا که جمهوری اسلامی میدونه که هر نوع عقب نشینی در مقابل مردم، هر گونه سازش و تمکین با اعتراضات مردم منجر به جری شدن مردم خواهد شد و مردم روی نقطه توقف نخواهند کرد، تعرض بیشتری خواهند کرد، جریتر خواهند شد و سنگرهای بیشتری رو به دست خواهند آورد. و این رو واقعیت جمهوری اسلامی میدونه. من تردیدی ندارم مستقل از اینکه چه کسی از درون این به اصطلاح جعبه مارگیری بیرون بیاد، چگونه جعبه های رأی و با جعبه پرتغال عوض بکنن، احمدی نژاد رو چطوری بیرون آوردن و حالا مثلا هر کسی دیگه رو بیرون بیارن، سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی بستن شمشیر خونین اسلامی از روح است، تعرض مستقیم به هر درجه ای از اعتراضات مردم در جامعه، تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر توده مردم کارکن و زحمتکش و کارگر در جامعه، تعرض به جنبش آزادی و برابری زن و مرد در جامعه و تعرض به هر گونه اعتراض و آزادی خواهی در جامعه است. یعنی خطی مشی که هر کدوم از این افراد مستقل از اینکه چه تمایزهای میکروسکوپی با هم دیگه دارن و چه سابقه خونینی در جمهوری اسلامی داشتن و یا کم و بیش این سابقه، اون سیاستی رو که باید به پیش ببرن سرکوب مستقیم، رو در روی با مردم، تلاش برای تداوم بخشیدن به عمر سیاه جمهوری اسلامی است. فقط و فقط همین، نه چیز دیگه‌ای. بله. یک سوالی هم که مطرح هست، در واقع بهانه‌ای که اینا برخی میارن برای شکن، میگن ما میدونیم رئیس جمهور مثلا قدرتی که باید داشته باشه نداره و رهبر میتونه هر تصمیم او رو وتو کنه، پست‌های کلیدی مثل وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت خارجه رو عملا رهبر تعیین میکنه و با اهرم‌هایی که داره میتونه به اصطلاح اگر بخواد خارج از خط بزنه او رو جمع کنه. تمام که در رابطه با رئیس جمهورهای قبلی این کار رو کردن، هر موقع هم که دیگه خیلی طرف مقاومت کرد مثلا بنی‌صدر او رو با یه رأی‌گیری در مجلس عزل کرد. بنابراین همه میگن ما اینو میدونیم، منتها میگن دوره جدید سیاسی دوره حساسی. اون چیه؟ به احتمال زیاد خامنه‌ای به دلیل کهولت سن و بیماری که داره میخواد فوت بکنه، درست؟ حالا امیدواریم مثل این آقای جنتی که من اسمشو میذارم نمیرال مومنین تا نره تا بالای 90 و 100. ولی مثلا میگن چون خامنه‌ای میخواد فوت کنه، جانشینی خامنه‌ای خیلی مهمه. خب وقتی میگن طبق قانون اساسی اگه رهبر بمیره
حکومت رو قوای رؤسای سه قوه اداره میکنن و بعد از مجلس خبرگان رو فرا میخونن که رهبر جدید رو از میان گزینه ها انتخاب کن. نقشی که این رئیس جمهور میتونه در اون معادله جایگزینی خامنه‌ای مطرح کنه رو مثلا به عنوان یک دلیل مطرح میکنن برای کشاندن مردم به این نمایش انتخابات. در این مورد و مسئله جانشینی رو من به نظرم مسئله جانشینی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده است، به خصوص در این شرایط و تفاوت‌های فاحشی با دوره‌ای داره که جانشین خمینی رو تعیین کردن، چرا که چهره‌هایی که در اون دوران تونستن نقش کلیدی ایفا کنن و خامنه‌ای رو رهبر کنن و به اصطلاح بتونن جمهوری اسلامی رو از اون بره رد بکنن، در حال حاضر حضور ندارن و یا اگرم چهره‌هایی وجود دارن نقش آنچنانی در به اصطلاح تعیین فردای حکومت جمهوری اسلامی ندارن. وجود خامنه ای در حال حاضر به نوعی نخ تسبیح جمهوری اسلامی هست. مرگ خامنه ای میتونه این نخ تسبیح رو پاره کنه و میتونه باندهای مختلف جمهوری اسلامی رو برای قرار گرفتن در رأس جمهوری اسلامی به جون همدیگه بذاره. ولی من در این حال تردید ندارم که در حال حاضر رأس حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام نشده ای برای پس از خامنه ای در به اصطلاح نوشته شده داره و مرحله به مرحله تلاش میکنن که به اصطلاح اونو به اجرا در بیارن و به همین اعتبار فکر میکنم که به هیچ وجه اجازه نمیدن کسی که خارج از چارچوب منویات رهبر بخواد عمل بکنه در رأس یکی از قوایی که در فردای به اصطلاح جمهور مرگ خامنه ای باید در این حال جزء کسانی باشن که رهبری آتی رو تعیین بکنن نقشی داشته باشه. به این اعتبار فکر میکنم شانس قالیباف بیشتر میتونه باشه یا برفرض جلیلی یا برفرض پور محمدی و غیره. و کسانی که چنین تبلیغاتی رو مطرح میکنن که میگن این مسئله مهم میشه، این دروغ بزرگ رو سعی میکنن به مردم بگن که گویا جمهوری اسلامی حتی به رأی گیری در درون سیستم خودش هم التزام و پایبندی داره، گویا برفرض قراره که تعداد آرا رو بشمرن، توافقی هست که تقلبی صورت نگیره و چهره به اصطلاح این که کسانی که شرکت میکنن تعیین کنن که چه کسی از صندوق ها بیرون بیاد. دیگه کدوم بنی بشری تو اون جامعه هستش که بعد از اینکه درست اون جامعه زندگی کرده باشه بگه آقا اینا پوچه، مضحک، مسخره است، ما که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، میدونیم اینا چطوری انتخابات برگزار میکنن، در ابتدا راجع به مسخکه انتخابات و این سیرک به اصطلاح صحبت کردیم. به نظرم اینا سعی میکنن این سراب رو در مقابل جامعه قرار بدن، سعی میکنن با اتکا به جریانات متمایل به جمهوری اسلامی که از تلاش مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیشتر از وجود جمهوری اسلامی در حراس هستن به اصطلاح وارد بازی بکنن. ولی تردیدی ندارم که به نظرم اینا برای فردای جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه ای برنامه دارن. ببینید خامنه ای و رفسنجانی و سید احمد خمینی کسانی بودن که خامنه ای رو آوردن سر کار، بعد خامنه ای و رفسنجانی کسی بودن که سید احمد رو سرش رو زیر آب کردن و بعدا خامنه ای رفسنجانی رو سرش رو زیر آب کرد. نتیجتا خامنه ای میدونه که یه همچین سناریویی میتونه برای پسر خودش هم به اصطلاح صورت بگیره، در بیت خود رهبری هم چنین به اصطلاح نقشه هایی میتونه صورت بگیره. نتیجتا نقشه و برنامه دارن برای آینده پس از جمهوری اسلامی. به این اعتبار من فکر میکنم هر کی رو در رأس قدرت قرار بدن قراره که ابزاری برای پیاده کردن نقشه عملی باشه که در صورت مواجه شدن با مرگ خامنه ای قراره به اصطلاح اجرا کنن، نه آلترناتیوی در مقابل خامنه ای و غیره. در این عالم البته خب برخی هم معتقدن هنوز به دلیل حالا قحط الرجال هست، اختلافات درونی هست، هنوز آپارات اصلی رژیم به این نتیجه نرسیده رهبر بعدی باید کی باشه. این واقعیتیه. ببینید رهبر بعدی جمهوری اسلامی شاید توافق جدی روش نباشه و یک مسئله مورد مشاجره و کشمکش در درون جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از نیروهای اصلی تعیین کننده شکل حاکمیت جمهوری اسلامی در فردای پس از مرگ خامنه‌ای سپاه پاسدارانه و الگویی که جمهوری اسلامی به خودش خواهد گرفت میتونه این الگو تغییراتی بکنه که به اصطلاح دیگه حکومت آخوندی اسلامی به درجات کمتری باشه، آخوندها رو پشت پرده ببرن با تمام دزدی‌هاشون، با تمام جنایت‌هاشون که تا کنون انجام دادن و سعی کنن یه چهره نظامی
برفرض با یک ولی فقیه در رأس بیارن جلو، چیزی شبیه مثلا جمهوری اسلامی پاکستان و غیره، و سعی کنن که یه سازشایی رو انجام بدن، یه عقب نشینیایی بکنن که جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن تا بتونن به اصطلاح از این دوران بگذرن. به نظرم محافلی در درون خود جمهوری اسلامی به این صرافت رسیدن که نمیتونن جمهوری اسلامی رو در آرایش کنونی خودش با این وضعیت حفظ بکنن، شاید مجبور بشن تغییراتی انجام بدن، ولی میدونن که هر تغییر و تحولی در درون جمهوری اسلامی مردمی رو که به کمین جمهوری اسلامی نشستن منتظر اینن که سرنگونش کنن، هر دوره‌ای با اعتراضات جدی در جامعه مواجه شدن جریتر میکنه و یک چراغ سبز میتونه به مردم بشه که مردم تعرض بکنن، و این رو میدونن. به هر حال تو یک موقعیت به اصطلاح مرگباری گیر کردن که چگونه از این دوران عبور بکنن، عبورشون از یک میدان مین هست. حالا هشتم تیر قرار این سیرک انتخاباتی با حضور 6 تا دلقک برگزار بشه. تاکتیکی که چپ باید رو به جامعه پیشنهاد بکنه چی هست؟ این تاکتیک چگونه میتونه در خدمت استراتژی سیاسی ما قرار بگیره؟ مثلا تحریم، نشستن در خانه و خلوت کردن خیابان‌ها و اینا هست، تحریم فعال هست، منظور از تحریم فعال چیه؟ استراتژی ما اگر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هست با انقلاب خود مردم، تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی، این چجوری میتونه متحقق بشه؟ این تاکتیک چجوری میتونه در خدمت اون قرار بگیره؟ با توجه که اکثریت عظیم مردم ایران نشان دادن حداقل از خیزش دیمای 96 بدین سود در جنبش ها و خیزش ها و قیام های مختلف که جز به این مسئله کلان، یعنی سرنگونی رژیم از طریق انقلاب و خلاص شدن از این 45 سال نکبت استبداد و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به چیزی دیگری نمی اندیشن. ببینید، به نظرم مسئله اصلی این هستش که تاکتیک ما نمیتونه ناخوانایی با استراتژی سیاسی ما داشته باشه، بلکه تاکتیک ما کاملا باید منطبق باشه و ما رو نزدیکتر بکنه به اهداف سیاسی درازمدت و استراتژیکی که داریم. من و شما به مثابه انسان‌های آزادی‌خواه، سوسیالیست، برابری طلب و جامعه و جنبشی که برای این اهداف تلاش میکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی یک حلقه مهم و اولیه در راه رسیدن به اون آینده‌ای هستش که برای جامعه بدور از استثمار، بدور از شکاف طبقاتی، بدور از نابرابری، بدور از جهل، خرافه، استبداد و غیره مد نظر داریم، و استثمار سرمایه به مثابه ریشه اصلی تمام نابرابری های موجود در جامعه. نتیجتا ما خواهان سرنگونی هستیم، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط توده های مردم، و مطلوب ترین شکلش رو یک انقلاب عظیم اجتماعی کارگری میبینیم که بتونه این جامعه رو دگرگون بکنه و بنای یک حکومت آزادی که متضمن آزادی و برابری و رفاه باشه. این اهداف رو نمیشه از کانال سازش و مماشات با جمهوری اسلامی و شرکت در مسحکه جمهوری اسلامی بیرون آوردش. به این اعتبار تاکتیک ما باید مناسب با استراتژی سیاسی ما باشه. در این حال جامعه ای که برای سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان اومده نمیتونه تاکتیک سیاسی اتخاذ بکنه که به معنای عدم تعرض فعال توده مردم در به اصطلاح رویدادها و بزنگهای سیاسی روشن در جامعه باشه. جمهوری اسلامی دچار یک مخمصه شده، از یک بزنگاهی داره عبور میکنه، باندهای درونش به جون همدیگه مزاوره میفتن، این کشمکش حادتر میشه، و به نظر من میاد که این شرایط اتفاقا فضا رو فراهم میکنه که یک تحریم اعتراضی فعال بر علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره. ببینید، سلطنت طلبها و گرایشات راست خواهان این هستن که مردم برن خونه بشینن، کاری انجام ندن، تا اصولا پروژه سیاسیشون این هستش که بتونن با بند و بست، با جناهایی از هیئت حاکمه، با توافق و به اصطلاح حمایت دول غربی، دول اروپایی و آمریکایی و اسرائیل و غیره بتونن به قدرت نزدیک بشن. برای ما کسانی که تنها امید و شانسمون در درجه اول اعتراض فعال توده های مردم کارگر و زحمتکش، زنان و جوانان و آزادیخواه، بازنشستگان، عدالت طلب و غیره هستش، اعتراض فعال هستش، نه خانه نشینی.
تاکتیک ما باید در شرایطی که دوربین ها رو ایران متمرکز میشه به درجه مجبور میشه یا به هر درجه ای که جمهوری اسلامی سعی کنه ظاهر یک نمایش رو به خودش بگیره، نشون بدیم که در اون نمایش ما ادامه جنبش برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستیم و فریادهای آزادی خواهی و برابری طلبی و حق طلبی جامعه رو بتونیم نمایندگی کنیم. و این ممکنه و قبلا هم در گوشه و کنار جامعه دیدیم، جایی که توازن قوا متفاوت بوده حتی صندوق‌های رأی هم به اصطلاح به دور انداختن، بر علیش اعتراض کردن، کمپین‌های اعتراضی در مجامع به اصطلاح این اوباش برگزار کردن و در مقابل صندوق‌های رأی و غیره. این تاکتیکایی هستش که به نظرم مناسب‌ترین تاکتیکایی هستن که میشه اتخاذ کرد و باید اتخاذ کرد. توازن قوا این اجازه رو به ما میتونه بده. اتفاقا در بطن جامعه در مبارزات کارگران و بازنشستگان در اجتماعات اونها شعارهای رو همین حالا با شجاعت میشنویم که ما خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم. یعنی یکی از به اصطلاح در واقع جدا از مطالبات معیشتی و اقتصادیشون، پاری مطالبات سیاسی اجتماعی از جمله تحریم انتخابات، از جمله حجاب حجاب شعارشون، دروغ و دزدی کارشون در حمایت از نافرمانی در همین اعتراضات رو اگه بتونیم ما جلوی به اصطلاح روز انتخابات هم مطرح بکنن، اگر زنان و مردان آزادیخواه با حمایت همدیگه بتونن بدون حجاب اسلامی در به اصطلاح این روز شرکت گسترده و همه جانبه داشته باشن، جمهوری این خودش معناش روشنه. یعنی ما به جمهوری اسلامی رأی نمیدیم و این یک اعتراض سمبولی که خیلی گسترده میتونه در سطح جامعه باشه. به امید تحقق تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم در روز 8 تیر توسط اکثریت قاطع مردم، هرچند پیش بینی میشه که رژیم تحت این شرایطی به اصطلاح تن نمیده که بیاد بگه که مثلا فقط 20% مردم یا 30% مثلا شرکت کردن، یه رقمی در هول و هوش چه میدونم، حالا حدس من اینه که بالای 40-50% از اون جعبه مارگری در میاره که به قول خودش آبروداری بکنه، مثلا بعد میتونه مثالم بزنه که مثلا در همین انتخابات پارلمان اروپا، مثلا اتحادیه اروپا کمتر از 55% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردن و خلاصه صورتش رو سرخ نگه داره. حالا سوال پایانیم اینه، ما خب مشخصی که باید این نمایش موسیقی رو مردم تحریم کنن و از طریق مبارزات اجتماعی گوناگون و همبستگی و پیوستگی این جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش جوانان و غیره، در راستای دستیابی به آزادی و برابری رژیم جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب اجتماعی سنو بکنن. حالا همون سوالی رو که همون به اصطلاح متلکی رو که ما به سطح طلبان گفتیم، اونا میگن به درستی میگن که انتخابات در جمهوری اسلامی معنا نداره و ما هم از اونا پرسیدیم که مگه در دوره امام رضا پهلوی معنا داشت، داستان چی و اینا، و میشه همین سوال رو در مورد گفت که مثلا در دوره حکومت‌های استالینیستی در بلوک شرق، شوروی، فلان که یه 3-4 تاشون هنوز باقی هستن، مگه اثری از انتخابات بوده و اینا. به مسابقه یک فعال کمونیست رو به مردم و جوانان در داخل کشور، اساساً در برنامه شما، در استراتژی سیاسی شما، حق رأی همگانی و آزاد، حق بیچون چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه شهروندان و آزادی بی قید شرط اندیشه و بیان برای همگان و مطلقاً برای همگان جایی داره یا نداره؟ فقط در اپوزیسیون هستی بلکه در اون زمانی که ببینید برنامه ما به طور روشنی آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی رو حق همگان جامعه میدونه، حق همگان، حتی حق مرتجعین، حق کسانی که امروزه سلطنت طلب هستن، فردا هم سلطنت طلب هستن و غیره. آزادی بدون بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع، آزادی اعتصاب قید و شرط و محدودیتی نداره، بخشی از ابراز وجود ما به مثابه انسانی هست که یک بار به دنیا میایم، باید بتونیم حرفمون رو بذاریم، نظرمون رو بیان کنیم و به اصطلاح از آزادی‌های کامل برخوردار باشیم. این بدون تردید است. از نقطه نظر ما که طرفدار یک حکومت شورایی هستیم، تمامی مقامات حکومتی باید
توسط شوراهای مردمی انتخاب بشن و هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کنن بتونن کسانی رو که انتخاب شدن رو عوض کنن، عزل کنن، بیارن پایین، بدون اینکه ناچار باشن انقلاب کنن، بدون اینکه ناچار باشن اعتراض بکنن. اداره شورایی جامعه مناسب ترین، بازترین، گسترده ترین، وسیع ترین شکل دخالت مستقیم و مستمر توده مردم در به اصطلاح تعیین سرنوشت خودشون و تعیین دخالت در حاکمیت سیاسی جامعه هستش. اون حکومت هایی رو که اسم بردید، حکومت به اصطلاح شوروی و سوسیالیسم های به اصطلاح دولتی، ربطی به سوسیالیسم مارکسی، به سوسیالیسم کارگری در جامعه نداشتند، بلکه بر متن شکست تلاش های سوسیالیستی طبقه کارگر در روسیه مثلا صورت گرفتش، به خصوص در دوران شکلگیری استالین و غیره، و پس از اون یک حکومت های نوع سرمایداری اما از نوع دولتی داشتند که در جوانب اقتصادی دارای به اصطلاح دستاوردهایی بودن، تونستن روسیه رو به یک کشور صنعتی به اصطلاح جهان معاصر تبدیل کنن، در زمینه سیاسی سرکوب های گسترده سیاسی و یک جامعه خاکستری بدون آزادی های مدنی رو وجود داشت و به اصطلاح یک رقیب بلوک غرب در جامعه بودن با ویژگی‌ها و تفاوت‌های خودشون. کوچکترین ربطی به سوسیالیسم، به مارکسیسم، به اون چیزی که ما امروز مطرح میکنیم نداشتن، بلکه هم نوعای ما رو، کسانی که به اصطلاح این نقطه نظرات رو داشتن رو خیلی زود از دم تیغ متاسفانه رد کردن و بر مبنای کشتار و قتل عام حکومت خودشون رو در این حال شکل دادن. دکتر علی جوادی عزیز، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی با بینندگان تلویزیون برابری همراه بودی. اگه باز فکر میکنی نکته‌ای باقی مونده میخوای اضافه کنی میشنه. متشکرم از اینکه دعوت کردین. به امید یک تحریم اعتراضی فعال علیه جمهوری اسلامی و پیشروی جنبش اعتراضات مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. درود بر شما.